سلامونو او نیکو هیل مارکلی کوم قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړو وسیږي هر ځای کې چې یاستئ خوښه او خوشحاله اوسیږي زموږ کوم مسافرین ورونه چې د هیواد څخه بهر دي هغوی ته هم سلامونه وړاندې کوم. نو د پخلی خپرونه پیل شوه، بیا هم د پخلی په خپرونه کې زمینه اکبری او زما همکار حشمت نورزی او زموږ ټول تخنیکي ټیم راسره ستاسو ده. نو د حشمت جان څخه به وپوښتم چې څنګه د صحت روغتیا څنګه ده او نن غواړي موږ ته په خپرونه کې څه چمتو کړي. حشمت جان په خیر راغلی. تشکر، زنده باشی. من به نوبه خود سلام های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. امروز میفهمی که چی آماده میسازی؟ نه شما از خونه پیگیم دا چی تا غواری منگ تسی چم تو کری خودت از صرف مرخیری گورم و مستی گورم ترکاریگانی او دا چر گوغه گورم. بله، امروز هم میخواییم که چکن جلفریزی آماده بسازیم. چکن جلفریزی بسیار مزدار، یک غذای که ویتامین یعنی پروتین هم داره، ویتامین هم داره. میخواییم که یک غذای آماده بسازیم که سبزیجات هم در کنار خود داشته باشه. خیانت ولی خواهش می‌کنم نان واره منگا ولیدن پتای چکین جلفریزی چه امتحان کردی؟ لیتی افغانی نم هم وار که چندی می‌دید استنزمان ده لیدن کی باهی چی داشت مات منگا چه وای واره چی منگا وزاره وی نو دیتا یا آسان نم هم وای افغانی نم چی لیزه لیدن پتای وای نامش قصاخت نیست. خو منظور ما عزیز که با چی شکلی دو آماده بسازیم تا که دوستا هم یاد بگیرن. نقطه اساسی اینجاست که دوستا هم باید یاد بگیرن. مثلا گفتم میتونیم گوشت و مرغ با سمارق و سبزیجات گفتم میتونیم که آماده ساختنش یا نامش که به این شکل هم گفتم میتونیم گوشت و مرغ با سمارق و سبزیجات. ریش خواهش مجال نوسنگ دیخوا خدمه خیلی چی پیلو کری لار شو ده چکن جلفریزی در اردون تو که پکیج گرو. درست است، درست. میریم یک جا میبینیم. سمده بیا و زیبه بگرو. بله. نو قدرمان دیدون که دخبرانی که دیوه خواهد که زو ده چکن جلفریزی در اردون تو که پکیج گرو تاسوی هم لزان سر یاداش کری بیا هم زمک سر پاس شیم. چکن جلفریزی ده چرکوخه، مستی، چار مساله، دولمه، پیاز، رومیان، اوگه، تازه مرچ، مرخیلی، مالگه او غوړی. قدر من لیدونکو بیا هم خره خلاص د چکن جلفریزی د اړین توکو پکیج مو کتو ال دې وکړي چې تاسو هم په کتابچو کې لزان سره یادداشت کړي اوسیږي تاسو هم د خوندور خوړو زده کړي او په خپل کورونو کې چمتو کړي د خپل کورنۍ د غړو تر څنګ یو ځای نوشجان کړي او خوند ترې واخلئ. نو حشمت جانه، دلته دې غوړي په کرۍ کې اضافه کړي دي او ګاز دې هم نه ده روښانه کړی او پیل دې وکړو د چرګ د غوښې څخه چې د چرګ غوښه چمتو کړي ټوټې کړي. نو دا د چرګ د وران غوښه ده که د کوم بل د هم د سینې غوښه ده؟ بر تو چی معلوم میشه؟ ما تا خود چرک ده سینی غوخ کرد. درست است که بر تو کم چیزی که معلوم میشه درست است. گوش سینی مرغ گرفته به می شکل برش میکنیم یا کم زیاد دبلتر نباشه، کم نازک، یعنی به می شکل اگه برش کنیم بسیار خوبتر تمام میشه، به خاطر که زیاد نازک هم نباشه و بسیار زیاد دبل نه، که به شکل درست آماده شه و پخته شه گوشت. آها، ډیر خوش مجانا. نو دا کوم خوندور خورش ته چم دکوي چکن جلفریزی؟ بله. دا که پسه غوخه یا هم د غوی غوخه اوسیږي یا هم د کبانو غوخه اوسیږي نو څنګه به یو کنه صرف باید اړینه ده چې د چرګ غوخه اضافه شي؟ وقتی که میگیم چکن منظور ما هست که از گوشت و مرغ آماده میسازیم. باز میشه که از دیگه گوشت که وقت که آماده ساختیم نامش هم تغییر میکنه و طریقه پختنش هم تغییر میکنه. به این شکل گوشت و مرغ آماده میسازیم. نو واقعا خواندور خورده بوی اشمت جانم که گاز روخانه که چی واری هم سرشی. نو اشمت تا پخپلا دا خورده دی پکور که چمتو کردی دی پکور که چی دیکل چمتو کول آیا ستا پزره ول کنه؟ بله، یک غذای بسیار مزدار است. بل خصوص کیر امرا با برنج آماده بسازیم. ولی برنج دیگه به شکل آماده بسازیم، به شکل پلو آماده بسازیم یا به شکل آماده بسازیم که زیاد چرب هم نباشه. امرا با او برنج باز دیگه یا برنج مثلا سفید به شکل عادی هم آماده بسازیم بسیار مزدار و بسیار یک مثلا از طرف شب اگه آماده بسازیم یا میمانی داشته باشیم هم یک غذای آماده میشه که دارای ویتامین است و هم بسیار مزه میتم با برنج که آماده میسازیم. نو غالی هم مخبس رکی دودی بله. یه گرم خکاری رسنا شلاص موسوزیگی روغن سرخ شده. بله، گوشت مرغ اضافه میکنیم. غالی باید پامده اندازه بندی اوسی گشمت. بله، روغن به می اندازه سرخ شده.
ډیر خلک چې غوښه دې هم اضافه کړله تر څو چې سره شي په سمه توګه باندې او خوندور چکن جلفریزي چمتو شي. بله، گوشت مرغ اضافه میکنیم، مگذاریم تا گوشت مرغ سرخ شد. تا وقت گوشت مرغ سرخ میشه ما یک اندازه از زیر روغن استفاده میکنم. دیر خواهد دادی وقتی غوری کم لگ زیاد بله. دی؟ یک کمی زیادتر است، ما یک کمش داخل کرایی بعدی اضافه میکنم. پانو ډیر ښه شمه جان، ته بخي ډاډه اوسېږه. اوس لږ کاریګر شوې ما، نو دا غوښه به زه در سره غوښتي وه چم کومک وکړم، مرسته به وکړمه تر څو چې په سمه توګه باندې چمتو شي. خو ما ببینم که تم چی میکنی. عصمت ته اوس ولیدله ما، ګوره مور جانه به مې پروګرام ګوري. بس خو تو اول تو کفگیر با چی شکل گرفتی؟ اول کفگیر یک چیز را که میگیری با تو شکل تو نرمالک نیم، اما تو مستقیم که نگرفتیش آشپزی کردن هم میتونی. اول اون را تو مستقیم بگی، بعدا کرایی را متوجه باش، یا دیگه که سر گاز میمونی رو متوجه باش. خدای ناخواسته دستن از سوزانی یا چپن اشب این باید متوجه باشی، بعد از او باز ایر شور بودی. و در قسمت دوم مانده خوب شدی. خیر، وقتی که هر وقتی که ما شما غزار شور میتیم زیادتر کسا مثل فیلن خودت غزار شور میادی، این به این شکل همین بالای غزار شور میتن. این باید ما شما دائم از قسمت پایین شور بتیم که قسمت پایین نچسبه. وقتی که ما شما دیگه شور میتیم، مثلا میگم پیاز شور بتی یا گوشت شور بتی که نسوزه، این به این خاطر می شور میتیم که این بالاش این بغل و بغل نره. این صرف این قسمت پایینش باید نچسبه. مثلا گوشت سرخ میکنیم، قسمت پایینش نچسبه. این به این شکل یک بار شور دادیم، خلاص دیگه به این شکل مگذاریم. خیلی قدرمندی دون کنو اشما جان، من چکن جلفریزي ډېر نوی خواړه دي او خوندور خواړه دي. فکر کوم بهرني خواړه دي. بله، بهرني خواړه دي. غواړي نن موږ ته چمتو کړي، موږ او تاسو ته البته چې تاسو یې هم زده کړئ. په پیل کې غواړي سره کړل، وروسته له هغه نه د چرګ د سینې غوښه یې ټوټه کړله په وړه وړه، وروسته له هغه نه دا د سره کوي مخ په سره کېدو باندې ده. او په بله کرایي کې غواړي سره کړل، فکر کوم مرخیړي و سره کوي. نو تاسو هم سره کړئ او زده کړئ. روغن گرم از گاز روشن میکنیم، سمارق اضافه میکنیم. دیکھا مرخیری هم ډیر زیاتی ګټه لري، نو کوم کسان چې د شکر ناروغي لري، که تاسو غواړئ چې د شکر ناروغي کچه مو راټیټه شي، نو هڅه وکړئ چې د مرخیری څخه ګټه واخلئ. او همدارنګه کوم څه چې ویټامین سي ډیر زیاته ده، تاسو یې نوشجان کړئ تر څو چې د شکر ناروغي مو ټیټه شي او وینه مو صافه شي. سمارق سرپوش شمه مونیم په خاطر کې اگر وخت سمارق دروی آدم میپره، وقتی که داغ میشه وجود دروی آدم میپره، به اون خاطر یک سرپوش اکسه باید سرش بگذاریم. و حالا متوجه گوشت باید باشیم که گوشت هم آماده شوه. خب مینه خودت یک دانه قاب مره بته که من ایر داخل قابش ما پیخه از قابای سفید یک دانه بته که من گوشت داخل از او بکشم. باش تا وقتی که بمی شکل سرخ میشه دیر در قاب علایده میکشیم. چطور است که تا وقتی که گوشت سرخ شد بریم یک وقفه بگیریم؟ ام دوست پروڈیسر هم ویلی چی مینی لر باشو دمی تا ما ویلی سم زخوی ویلی لقاب را برو ما بله. با هم دم مواخلو درست است، میریم وقفه میگیریم. خدران ایلدون که بس هم زوی یول لندشان دم مواخلو بیا هم زمنگ ملتی هم مهیروه. لیدن کو بیا هم خلق لاست لندشان دم مواخلو دمی پلارد که اشما جان هوگه هم سپینه کرده لپوسته کرده او غوخه هم پا قاب کی وویستله. نو اشما جان بله. غواړئ چې څه وکړئ، مرخیری سره شوي دي او که نه؟ بله، سمارق هم آماده است. یک اندازه سیر اضافه میکنیم. ډېر ښه، څو عدد سیر غواړئ چې اضافه کړئ؟ ما سه عدد سیر اضافه کردم، همین کفایت میکنه چون هوا گرم است و مقدار استفاده کنیم که به مو اندازه که نه زیاد آنقدر استفاده کنیم، باز از مستان کم زیادتر استفاده کنیم مشکل نداره، به خاطر که سیر مجازن گرم است. در گرمی باز کم کوشش کنیم که به مقدار استفاده کنیم کم قدر که شما یعنی زیاد نشه از پیش ما دو دندانه یا سه دندانه که امو کفایت میکنه. خب حالا ماست ضرورت داریم. ډېر ښه، مستې نو غواړئ په مرخیړیو کې اضافه کړئ. مرخیړیو سره غواړئ چې اضافه کړئ او سرې کړئ. بله، ماست اضافه میکنیم. حشمت دا سره کم کرده، غواړئ د مرخیړیو سره دې مستې اضافه کړئ. بله، ماست اضافه کردیم. حالا چهار مساله یا گرم مساله اضافه میکنیم. نو حشمت دا مستې ترشی دي او کنه خوږی دي؟ نه، ماست شیرین است. هر کدام که در خانه شما داشتین ضرور نیست که بگویم که ترش یا شیرین اضافه کنید. سه قاشق از این اضافه کردیم، مقدار کم زردچوبه اضافه میکنیم.
خانو ډی ښه ګرم مسله دی هم اضافه کړله زر شوبه دی هم اضافه کړله سره مرچ هم غوړی اضافه کړی مرچ سرخ په خاطر کې کم تند شوه ډیر ښه نو لیدم کسان چې تاسو کتلې په لومړي کې غوخه یې سره کړله او ورسره لغ نه په جلات کرای کې غوړی سره کړل ورسره لغ نه مرخیړ سره کړل او ورپسې بیا هوګه اضافه کړله او چر مساله زر شوبه او همدارنګه سرم رچ هم اضافه کړل بلی سر پوشه هم حساب کړی چې داس خوند او خوړ چم تو کړی او نو شجان کړی اشمد اوس غوړی چې سی اضافه کړی مالګه دې اضافه کړی ده کنه نمک هم اضافه می کنم ما ول یک دانه دولمه ضرورت دارم خدای خو همي دولمه کفایت می کنه دولمه هم ډیر ګټي لري اشمد بله یک دانه رومی و ایران باید توتا کنیم ډیر ښه اشمد دا خوړه په څومره وخت کې موږ کولای شو چې په سمه توګه باندې چمتو کړو پخې کړو او بیا خوند ترې واخلو په مدت نیم ساعت میتونیم که خوب صحیح یک غذای مزه‌دار آماده بسازیم ها ډیر ښه نو دوزم رو چم پام دی اندازه باید توتا شه اشمد کنه وای چې نوری هم توتا کړی به می اندازه باید توتا شوه خو یک دانه پیاز ضرورت داریم ډیر ښه یو عدد پیاز هم را واخیستو پیاز هم باید پوست کنیم بعض وقتا من پیاز رو پیش از پیش پوست نمیکنم به خاطر که امی پیاز یک خاصیت داره که به خاطر میکروب جذب میکنه هر وقت که شما پیاز رو توته میکردین پیاز کوشش کنید کم تازه توته کنین و استفاده کنین یک دانه پیاز پیاز هم به می شکل ډیر ښه پیاز هم باید په همدغه شکل سره دل سره ټوټه شي او وروسته له هغه نه اشمد دا کوم دولمه مرچ رومیان او پیاز چې ته ټوټه کوي دا غواړي چې د مرخیړي سره اضافه کړي او که نه جلا غواړي چې سره کړي ایره میخوایم با سمارق یکجا اضافه کنیم بعدا گوشت و مرغ هم بالاش اضافه میکنیم خانو ډیر ښه واقعا خوندور او ویټامیندار خوړ به وي اشمد نو دلته تور بانجان هم دی بادرنګ او همدارنګه مرچ هم دی اشمد دا څنګه ده هم غواړي اضافه کړي او که نه نه اتون هم میشه که دیگه بازدهی بادرنگ هم اضافه کنیم هر چیزی که دیگه بادرنگ سخه کم سلات مالک کو غاری چون سلات ها سلات آماده ساخته میتونیم سلات خو هر وقت با هر غذا این ما دائم یادآوری کردیم استفاده کنین اگر در چای صبح هم سلات استفاده کنین به صحت ما مفید است یعنی پیش از نان میتونیم که در چای صبح یگان وقت از میوه استفاده کنیم میوه تازه نوشجان کنیم بسیار به صحت ما مفید است سلات هم را با چای نوشجان کنیم یعنی منظور ما این است که ما شما چای بخوریم یا نان بخوریم که از سلات بخوریم منظور ما این است که اگر ما شما در خانه روزمره یا در چای صبح از اوقات تخم نوشجان میکنیم یا کدام صبحانه دیگه بر خود آماده می سازیم در کنار ازو کوشش کنیم که سلات هم داشته باشیم و از سلات هم استفاده کنیم خانوری خشم جانا تا دامر خریو گوره چه دستنه چه سوزدلی و سی انشالله آماده است حالا دورمه رضا فکر می کنم در کنارش پیاز نوریدون که دستال حسابو بکنیم پیاز او دا دولمه مرچ کوم زما کوم کار اضافه کړل او همدارنګه رومیان ډیر زیات مصر کوي که تاسو ډیر زیات سره کړئ نو هغه کوم ویټامینونه چې په ترکاریګانو کې دي هغه بالکل له منځه ځي نو هڅه وکړئ چې لږې سره کړئ ډیر زیات مصر کوي اشمد داسې خو ځینې وخت ما داسې لیدلی دي پیاز ډیر زیات سره کوي بیخي سوځوي څه بیا ورسره هغه نه پیاز ترې نه اخلي لرې کوي ایسته اچوي ورسره هغه نه وریجې اضافه کوي نو زما پوښتنه وکړه مالې دا ولې ځکه چې د وریجو رنګ سور راولي خب به خاطر از اینکه رنګ برنج کم سرخ شه او به او شکل آماده می سازن ولی یگان کس جاتر کسا به خاطر میده خود متوجه نیست به خاطر رنگش میگن رنگش باید خوبش باشه ولی متوجه از این نیم باشن که به میده ما چقدر ضرر داره دیر زیان رسوی بلکل اشمت نو بس دا کم دولمه مرچ رومیان دی فکر که او رومیان او دا پیاز چی دی دا د مرخوری سره میکس کړل او غواړي چې په څومره موده باندې ګاز باندې کې خود شي تر څو چې ایره هم به می شکل اضافه کردیم حال من نمک از این یک چک کنم خب حالا وقت رسیده که نمک تا کم اضافه کنیم دیر خواهم حالا از این مرچ استفاده میکنیم دیر خواهم تا غاری چی یو دانه مرچ دو دانه مرچ دو دانه مرچ هم اضافه کنیم تا که کم دیر زیاد ترخش خواهده او نه هم بغیر مرچ نپاد چی نو لیدیم تاسو هم تل حسا بکره کم مرچ خواهی گیا و کنه نو پا خوادو که مرچ تا گتا وخلی سعی دا چی گرم خاصیت لری نو که کم کسان چی الرژی هم حساسیت سر لری دی مرچ سر نو حسا بکره چی ترینه دده بکره خو که تاسو کم حساسیت نلری ور سر کم بیا نو تاسو حسا بکره چی خوادو که تل مرچ
وکاروي مرچ د میکروبونو ضد خاصیت لري زموږ پوستکی ته هم ګټې لري زموږ روغتیا ته خورا ګټې لري نو اشمل جان هم اوس رومیانې میده کړل البته یو دن رومی میده کو او رومی هم اضافه کو نو اوس هم غواړي چې ګډې کړي مکس کړي تر څو چې خوندور خواړه چمتو شي په همي شکل تمام ازیرم په همي شکل مکس میکنیم گوشت مرغ کاماده ساختیم ډیر ښه غواړي چې غوښه هم بالاش اضافه میکنیم به همي شکل واقعا ډیر خوندور خواړه به وي اشمل جان نو کوم کسان چې تاسو وکړل کوم مواد چې جوړ کړل ترکاریګانې وي همدارنګه مرخیړي ول او غوښه چې جلا سره کړي و دای هم اضافه کړله مکس یې کړل د مواد سره یې ګډه کړله تر څو چې خوندور چکن شي جلفریزي آماده شي چکن جلفریزي بله سرپوش ازیر خو ګوري کنه بله سرپوش ازیر مگذاریم به مدت 4 الی 5 دقیقه به می شکل مگذاریم تا کم سبزیجات هم خود نرم کنه و در تفت بسیار نرمال اگر بانیم اگر کم پیشتر هم میره بگذاریم هنوز غذای ما خوبتر میشه و خراب نه هرچی آتش نرمال باشه و هرچی تایم زیادتر باشه دلمه هم به شکل بسیار خوب نرم میشه پیاز هم به شکل بسیار خوب نرم میشه و همچنان رومی هم سبزیجات که اضافه کردیم به شکل بسیار خوب نرم میشه زیاد باید تا نرم نشه که کاملا بشاره و حقدر سخت هم نمونه که مثلا بفهمیم که زیردندان مغجت کنه و سخت بونه به شکل نونمر باید نرم شه و می شکل در دم مگذاریم به مدت 3 الی 4 دقیقه فعلا ما مگذاریم شما میتونی که ازی پیشتر هم بگذاریم اشمل جان نو تو هم استرش شوی پخلنزه هم لک زره گرم ده نو زبد تلار شم مو به هم راړو ما تر سوشی بکین لار به شو هغه ویدیو وګورو چی معلوماتی ده درست است میریم میبینیم سمدا قدرون لیدون که خبرونی پی برخه کی زو هغه ویدیو وګورو چی معلوماتی ده ډیر مفید معلوماتی تاسو هم هیله چی فکر زد کړی او خو اړین دي ځکه چې په ژوند کې موږ تاسو به تل معلومات ولرو نو زه په ګډه سره معلوماتي ویډیو ګورو بیا هم زموږ سره پاتې شئ خرما یو پخوانی او زړه میوه ګڼل کیږي چې په منځنی ختیځ او عربي هیوادونو کې د بشپړ خوړو په توګه ترې ګټه اخیستل کیږي ټول میوه باید تازه او په خپل موسم کې وخوړل شي خو خرما داسې میوه ده چې تل تازه ګڼل کیږي یعنې هر وخت پوره ویټامین او د غذایي ارزښت لرونکي مواد لري خرما فایبر مس پوتاشیم وسپنه مګنیزیم پروتین او ویټامین بی لري چې د سرطان د ناروغۍ په وقایه ډېر رول لري رادیکالونه کنټرولوي او له امله یې د مالیکولي تخریب مخه نیسي او د نور ډېر ګڼ شمېر ناروغیو مخه نیسي څېړنې ښایي کوم څوک چې د زړه درد لري باید هره ورځ درې یا دوه دانې خرما په جوش شوي اوبو کې واچوي او لږ وخت وروسته یې وڅکي د یوې څېړنې سره سم ویل شوي چې هره ورځ د انارو جوس او د خرما درې دانې خوړل انسان د زړه ناروغیو څخه ژغوري څېړنې وایي چې انار او خرما د اکساید ضد مادې لري چې د زړه شریانونو سختولو او خرابېدلو ګواښ 30% راکموي د یوې بلې څېړنې په ترڅ کې ویل شوي چې هره ورځ 100 میلی ګرامه مګنیزیم استعمالول د فلج ګواښ 9% راکموي خرما د هغه ناوړه عادت چې انسان بې وخته خوراک کوي په مخنیوي کې ډېره مرسته کوي په خرما کې د جذبولو او نه جذبولو فایبر ماده شتون لري چې د کولمو په پاکولو کې مرسته کوي او په دې توګه کولمې ښه کار کوي خرما په بدن کې د اوسپنې کچه لوړوي چې د وینې کمښت په لمنځه وړلو کې مرسته کوي په خرما کې ګډ مګنیزیم د وینې فشار په ټیټولو کې مرسته کوي همدا ډول په دې کې د پوتاشیم ماده هم بدن لپاره ګټوره ده چې زړه په سمه توګه کار کولو ته هڅوي او د وینې فشار په کمولو کې مرسته کوي خرما د هډوکو پیاوړولو لپاره غوره سرچینه ده او د هډوکو یو شمېر ناروغیو په ژغورلو کې مرسته کوي خرما په معده کې زیات اسیدونه له منځه وړي په خرما کې د پرون په نوم یوه ماده شتون لري چې د روماتیزم لپاره یوه ښه سرچینه ده او هم همداراز د پوستکي د وچوالي د سترګو د توروالي او امیندوارو میرمنو لپاره اغیزناک درمل دي دغه بیا هم خره غواسته ډېر خو ویډیو معلوماتي ویډیو هېڅ چې تاسو هم یو څه ترې زده کړی اوسېږي موږ هم یو څه ترې زده کړل نو اشمل جان څنګه خوړل چمتو شوی دی بله غذا را چک کردم غذا آماده است یک دونه قوب ما خودم میارم که امروز تو لباسای پوشیدی که نمیخوای کیچ کار کنی
نه اشمت نو د سخایسته جامې مینه نه چولې دي نو غواړم چې تا دا ګیلاس پیزان ته وبره وړه نو دا خوندور خوړه به اوس خوان به ګورم او لیدونکو سره به خوان شریکم بله خودت دیدونکو هم پری پوی چې سره هم دا خوان دي درست است خودت نوشو جان کو مزه شه هم با دوستا شریک بساز مشکل داخل نشمت ډیر ښه سرنګ لري ډیر خوندور خوړه کوي او زه هم د سیوګي شوی ما چې کله به وخره ما نوش جان به کړم اشمت ډوډۍ ور سره وړي د کنه بله نان هم داریم نان آوردیم امی اندازه کفایت میکنه ډیر ښه نو لیدونکو تاسو هم هیڅ چیز موږ پروګرام مو تر اخره کتلی اوسیږي او د خوندور خوړو مو زده کړی اوسیږي نو که زموږ خبرونه مو تر پای نه د کتلی او یه هم کومه برخه ستاسو څخه تیر شوې ده کار مو درلوده نو کولای شئ چې د شمشاد ټلویزیون په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې پخلی سرچ کړئ تر څو چې زموږ خبرونه د بیا ځل لپاره وګورئ او د خوندور خوړو زده کړئ او په خپلو کورونو کې چمتو کړئ نو اوس به هم زه د خوندور خوړو خوند وګورم تر څو چې ستاسو سره هم خوان شریک ما چې سره کوم خوړی بله خودت مزه شبی و دوستا هم چنان شریک بساس خان نشمت روری و چرته بی نان اونجا امیال بردم اونجا گذاشتم به خاطر از اینکه نان ما در چیت میمونیم که از پیش ما سرد نشه یا قاق نشه به اون خاطر خودت مزه شریک بساس این بود برنامه امروز ما خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند پاک مسپارم شبتان خوش چطور است مزهش تو که یک لغمه را میخوری ما مجبور یک چار پنج دقیقه منتظر باشیم تا که تو یک لغمه نان نوشی جان کنیم نه واقعا شما ډیر خوندور خوردی چم دو کردیم ما فکر که وزما بزن که هم دستی او سرات شاید لیدون که بزن که با هم را غلیوی ما بولید چه شاید غوخه باید لگا خام موسی خونه غوخه هم ډیره خسره شوې ده دولمه مر ټول ترکاریګانی شمه جن لاسونو دي درد مکه و مرخړی هم خسره شوې دي ډیر خوندور خوړل ول خو لیکین دا ټول زخ په لخرم او تشکر نوشو جان کو خودت نوشو جان کو او تشکر ډیر مننه قدر مون لیدون کو واقعا ډیر خوندور خوړل تاسو هم چمتو کړئ کل تاسو هم خوندګوري بیا تاسو وای چې ولا مینې ناقه تعریف نه کوي واقعا خوندور خوړل چې مینې تعریف کوي نو نور د وخت پرونی وخت مونږ ته اجازه نه راکوي که تاسو موږ خبرونه کتلی ونو سی کولای شئ چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې وګورئ نو تر بیا بل خبرونه ښه وخت ښه شي لاله دلمو مننه